زنان در اندیشه استاد شهید از جایگاه والای برخوردار بودند. استاد زنان را به عنوان نیمه پیکر جامعه در عرصه‌های مختلف تشویق و ترغیب می‌کرد. از نظر استاد شهید، زنان در جامعه نسبت به مردان رسالت بزرگتر و مسئولیت خطیرتری دارند که همانا تربیه سالم و نیک فرزندان و تقدیم آن به جامعه است. چنانچه ایشان در جای فرمودند، دستی که گهواره را تکان می‌دهد، جهان را نیز به لرزه در می‌آورد. استاد در خطابه‌ها و نوشته‌های خود با یادآوری از رشادت زنان مبارز در صدر اسلام و تاریخ معاصر جهان اسلام به مسئله زنان بسیار اهمیت می‌داد و آنان را انگیزه می‌داد که در فعالیت‌ها سهیم باشند. استاد شهید با توجه به اینکه رهبر یکی از جنبش‌های بسیار زیاد تأثیرگذار در این صده بوده، تا حد زیاد فکرشان متأثر از یک فکر معتدل و برگرفته از قرآن و رفتار پیامبر صلی الله علیه و سلم در مقابل زنان بود. وقتی که اگر با توجه به منابع موجود ما مطالعه کنیم، فکر و دید استاد شهید را در مقابل زنان ما میتونیم که به دو بخش تقسیم کنیم. یکی مسئله رشد و تربیت فکری زنان قبل از جهاد، ببخشید قبل از پیروزی جهاد، و یکی توجه استاد به نقش اجتماعی و سیاسی زنان بعد از پیروزی جهاد و در ساختار اجتماع می باشد. اما تو که من گفتم براتون، استاد شهید با توجه به اینکه یک پروفسور و یک انسان مجتهد و فقیه بوده، نظرشان یک چیز شبیه به نظر علما و دانشمندان همتراز خودش مثل یوسف قرضاوی، راشد الغنوشی و حتی مرتضی مطهری در مورد زنا بوده. استاد شهید به محض از اینکه میره در پشاور، مهاجرین میرن و جهاد آغاز میشه، در امو آوان هجرت و با کولباری از مشکلات به مسئله تربیت دختران بسیار زیاد توجه میکنه و همزمان با تعلیم و آموزش پسران، برای دختران هم زمینه آموزش را در مکاتبی که در سر تا سر کشورهایی که افغان مردم افغانستان در اوج مهاجر شده بودند را مساعد میکنه، که دکتر جلیل کامگار هم اوجا در معارف افغانستان نقل میکنه که تقریبا 500 مکتبی که وجود داشته در شهرهای مختلف پاکستان که مردم افغانستان در اوج مهاجر بودند، آموزش مساویانه برای دخترها و برای پسرها همزمان استاد شهید به رهبری استاد شهید مساعد شده. همچنان ایشان مکاتب ام سلمه را تأسیس کردن، پایه‌گذاری کردن، که در اوج هم دارالحفاظ ها بوده و هم مسائل علوم ساینسی و ادبیات و یا مضامین مکتب تدریس می شده. بعد از او فکر میکنم که دانشگاه امهات المؤمنین را در 5 رشته تأسیس میکنن در زمان هجرت، که جالبی است که بعد از او که مردم میان به طرف افغانستان، دانشگاه یک کار میکرده که با همکاری با مالزیا و خود دولت افغانستان در داخل کابل هم ایجاد میشه، که حتی تمام تسهیلات از قبیل ترانسپورتیشن و خوابگاه برای دختران مجانی میبودن در او زمان. استاد بزرگوار یکی از رهبران و مبارزین بسیار بنام و بسیار مکتبی و متخصص در راه سیاست، اجتماع و اسلام و مبارزه بسیار واقعی را آغاز کرد، و ای استادی بود که نه تنها در جمع عموم مردم افغانستان، در بخش زنان یک ارزش خاص را به زنان افغان قائل بود و بر زنان جهان. دیدگاه استادی بود که زن باید به مثابه یک الگو در جامعه جهانی، بخصوص در جهان اسلام، قد بالا بکنند و برازنده باشند و
یک نمونه و الگو باشند. دیدگاهشان این بود که زن مسلمان همیشه جایگاه خاص خود داره، ارزش خاص خود داره. اسلام برای زن یک قوت بسیار بزرگی را داده و راه و ارزش های والایی را برش نصیب کرده که او را باید همه مسلمانان جهان و مردم افغانستان باید آگاه باشند. نسبت به دیدگاه استاد نظریات مختلف را متاسفانه دشمنان اسلام داشتند، میخواستند برچسب هایی را بزنند که گویا استاد و رهروان استاد و مجاهدین برحقی که در افغانستان راه مبارزه را گرفته بودند، اینها کسانی هستند که خدای نخواسته مرد سالار هستند، زن ستیز هستند و علیه زنان اینا کارهای را انجام میتن، گویا که بر رشد زنان، بر رفتن آموختن دانش در مکتب و پوهنتون برای زنان و به این اساس میخواستن بر چسبهایی را بزنن که اینا موانی ایجاد میشن. برخلاف، فقط دیدگاه استاد عزیزی بود که زن به مثابه یک شخصیت برازنده و یک شخصیت قابل قبول برای همه جامعه باید در جامعه ارزش داشته باشه، بر خانواده خود، چون زن یک مادر است، یک خواهر است و بالاخره زن نیم پیکر یک جامعه را تشکیل میده. بدون موجودیت زن در یک کشور، در یک جامعه، در یک خانواده پیشرفتی وجود نمی داشته باشه و همیشه دیدگاهش همی بود. دیدگاه دیگه این بود که زن نمیخواست که به مثابه اعلان تجارتی ازش استفاده شود، فقط برچسب هایی زده شود زنان در بخش های بازار جهانی، کالاها که بتانه او مشتری خود پیدا کنه و خرید فروش شود، ای از ارزش زن کاسته می شد. فقط دیدگاهشی بود که زن باید ارزش خاص خود داشته باشد، مکتب باید برد، درس باید بخونه، در جامعه باید حضور داشته باشد، نقششان در سیاست باید برازنده باشد، نقششان در اجتماع، در اقتصاد، در همه موارد دیدگاهی بسیار بلندی را داشتند. اولا شما میفهمین که استاد خودشان یک شخصیت دانا، آگاه، ادیب، فاضل، مؤدب و حرمتگزار بود. رهبری که از تعصب بدور، از تجاهل عاری، از تواضع برخوردار، از دانش سرشار و از نرمشان بهره کافی داشتند. پس نگاهشان به همه قضایای زندگی و در مجموع نگاهشان به زندگی یک نگاه اعتدالگرانه و قرآنی بود و در مورد زنان نگاه معتدل و استوار بر ارزش‌های دینی و قرآنی داشت، نگاه حرمت‌گزار داشتند و بالاخره ای که جناب استاد باورشان به این بود که شخصیت زن و شخصیت حقوقی زن در واقع یا خود فرهنگ ساز است یا بخش از فرهنگ اسلامی است و بدون تعصب به قضیه زن برخورد می کردن، به نیروی زن و نیروی جوان باور جدی داشتند و بالاخره به مشارکت زن، به حضور زن اعتقاد و باور راسخ داشتند. اونها به زن نه تنها که باورمند به حقوق حقشان بودند، بلکه من حیث یک ارزش ملی حق حقوقشان می دیدند. دقیق یادم است که تشویق میکردن زنها را به ادامه تحصیلات عالی، مشارکت زنها در سیاست، اگر من شخصا کسی هستم که در زمان مقاومت، در بدترین وضعیت روزگاری که افغانستان داشت سپری میکرد، کمتر رهبران و نظامی ها، کمتر کسایی بودن که در وقت جنگ حقوق بشر رعایت کنه، اما عامر صاحب شهید و استاد شهید اینا از جمله کسایی بودند که به حقوق بشر، حقوق زن، کودک، اینها در کل که امروز ما به نام ارزش های بین المللی یاد میکنیم، ملی و بین المللی، اینا باورمند بودند. من دقیق یادم است که در زمان وقتی حتی در وقت صدا میکردن که حتی از دشمن اگر چی به دست می آیه، مثلا در وقت جنگ بود و سرا بود بندی می شدن، اینا می گفتن که کودک ها، زنای موی سفید، زنا در مجموع، زنا، کودک ها، مردای موی سفید می گفت و مردم پیام می دادن به اهل مقاومت که در این قسمت احترام بگذارین کسی که سرا و اینا می آیه، اونا را چی بکنین،
و رسیدگی در و مواد اولیه یا مثلا رسیدگی برشان بکنیم، مثلا آب و حیات و مسکن و یکپایی که ضرورت داره برشان همکاری کنیم. بنان باور ما است که نفس حضور یک رهبر در روی یک وضعیتی که بسیار بحران بار بود و بحرانی بود در اوجا خودشان حضور به هم میرسانیدن. استاد میامد صحبت میکرد، مردم تشویق میکردن، میگفتن که میگفتن شما دختران مبارز و آینده فرد و فردای آینده و فردای جامعه به دست شماست، برسانین خودتان و شما قهرمانانی هستین که در همچون یک وضعیت درس میخواین. گاهی انسان ها به ذات خود یک نفر میباشن و گاهی بعضی انسان ها هستن که به ذات خودشان 1,000,000 هستن، یک لشکر هستن. استاد به ذات خود یک لشکر بود، در خودش یک نفر بود، در معنا یک لشکر بود. هر وقتی که بعد از یک حادثه بسیار بمبارد میشد، راکت باران میشد، دخترها کشته میشدن، در اون وضعیت استاد میامد میگفت که ما امرایتان هستیم و تشویق میکردن از کیف امو از آموختن علم از لحاظ شرعی، خلاصه بسیار تشویق میکردن تا مردم فرار نکنند، تا مردم ناامید نشوند نسبت به آینده. یک عده بودن که نتوانستن ریاست استاد شهید تحمل بکنند، در مقابلش استاد شدند. اما آلی چگپ است که استاد میشن؟ آلی چگپ است که دشمن دین استند، دشمن خط و قلم استند، در تمام نقاط مشکل جور میکنند، ناامنی خلق میکنند، ایجاد میکنند تا خط و قلم از سرنوشت و از آینده از فرزندانی وطن بگیرند. امینو همو دیروز هم بودند، دیروز به سرکردگی عامر صاحب شهید، استاد شهید، استاد خوشبختانه که اینا الحمدلله زنده هستن، غنیمت هستن، استاد سیاف، امینا پیش قراول ها بودن، کسایی بودن که پیش کسوتان بودن، کسایی بودن که مردم در حقیقت تشویق میکردن، استادگی میکردن. اما عامر صاحب و استاد شهید تا آخرین مرحله، تا آخرین جایی که تخار و بدخشان بود، اینا هیچ وقت مردم ترک نکردن. از دیدگاه استاد شهید، جایگاهی را که اسلام برای زنان در نظر گرفته است مطابق سرشت و فطرت زنان بوده و هیچ برنامه‌ای نمی‌تواند نسبت به آنچه که اسلام برای زنان سفارش کرده است پاسخگوی نیازهای زنان باشد. البته تفسیر و نگاه استاد شهید از جایگاه زنان در اسلام با تفسیر و نگاه رایج در جامعه افغانستان و برخی از جوامع دیگر اسلامی متفاوت بوده و استاد شهید هیچگاه طرفدار فرهنگ‌ها و رسم‌هایی که با کرامت انسانی زن و شخصیت وی در تضاد است نبوده، بلکه آن را نکاهش کرده است. استاد شهید باورمند بود که اگر به زنان فرصت داده شود نسبت به مردان در موارد بسیار به موفقیت های بیشتر و خوبتر دست خواهند یافت. در این مورد استاد از قرآن کریم و احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، همسر فرعون و حضرت مریم و از تاریخ اسلام زنان باشکوه مثل حضرت خدیجه، عایشه و فاطمه و دیگران را برای زنان الگو معرفی میکرد. البته که همه میدانند که جناب استاد یک فهم بسیار عمیق از اسلام و از دین اسلام داشتند، بنابراین به ارزش هایی که اسلام بر زن قائل شده بود و قدم های استوار بلندی که در آغاز اسلام به زن گذاشت و بالاخره تمام تفسیرها و روایاتی که در مورد زن وجود داشت جناب استاد باورمند بودند. هرگاهی که بحث از حقوق زن در اسلام می کردیم، جناب استاد صحبتهای خود با آیه مبارکی و لقد کرمنا بنی آدم آغاز می کردند و بالاخره بعد از اینکه تمام خوبی ها را در مورد زنان از دید اسلام می دانستند، همیشه می گفتند که ما به سخنان پیامبر بزرگ اسلام باورمند استم که اگر در بین فرزندان رجحانی می بود دختران را بر پسران ترجیح می دادم، در حالی که رجحان نیست، همه یک برابر و مساوی هستند، ولی اگر رجحان می بود ما به پیروی از سنت پیغمبر دختران را بر پسران ترجیح می دادم.
پس یک نگاه بسیار بلند در مورد تفسیر دین در مورد زن داشتن که همون نگاه سازندهشان باعث ازی شد که جریانات بزرگ زنان شکل بگیره که متاسفانه کمتر در موردش تبلیغ شده و بالاخره مؤسسه عالی نسوان که نماد از حضور فعال زنان در افغانستان بود و به شکل بی سابقه ایجاد شد به خاطر همگرایی و اتحاد زنان شکل گرفت و تمام کادرهای مؤسسه نسوان که شما هم در تصاویر میبینین امروز در جامعه حضور فعال دارند، به ایجاد تشکلات و نهادها و انجمنها پرداختند و جناب استاد هم دیدشان و هم عملشان با برداشتشان از اسلام یک برداشت درست و مثبت و انسانی بود و در عمل این دید و نگاه را پیاده کرده بودند. اساساً بیشتر کسایی که امروز اگر ما به فیسبوک ها برویم، اگر در صفحات مجازی سوشال میدیا اینا بریم، هستند این ستیزانی هستند که دین از چشمی از دیدگاه چهار نفر ملا که دین از دین واقعا خبر ندارن، از دید از وا میبینن. مثلا طالبایی که زنان در اوجا میروند سنگسار میکنن، طالبایی که در حالی که سنگسار کردن زن یا مرد در قرآن کریم صراحت داره که با اینی صفات، با اینی ویژگی، با اینی معیار، با اینی وضعیت، با اینی شرایط شخص سنگسار میشه. ولی در اینجا بسیار ساده و آسان یک زن میگیرن سنگسار میکنن که تو با فلان پسر چرا صحبت کردی، در حالی که اول خود مجرد از سنگسار حقش نمیشه، شلاق میشه از لحاظ شرعی هدف است. دومی که تو خداوند میگه که چهار شاهد ایره شاهدی بوده، در حالی که به یک حدس و گمان به یک موضوع عادی اینا میروند و زن رجم میکنن. هدف ما ایست که دیدگاه استاد با سایر کسایی که از دین، از سایر کسایی که امروز آله دست قرار دادن دین به خاطر بقای حیات سیاسیشان، کسایی که برای خود در جامعه برای خود یعنی ایره یک حربه قرار دادن، زمین تا با آسمان دیدگاه اینو با استاد فرق داشت. اول خود دین اسلام یک مکتب اعتدال است، یک مکتب معتدل سیاسی است اسلام، و استاد شهید اگر اینا دیدگاه اینا اسلامی واقعی، اسلامی که رسول مبارک در هر غزواتشان صفیه بنت عبدالمطلب عمه‌شان شمشیر و دستشان بود هم مانند مرد میرزمید. در هیچ جای دین هیچ نوع محدودیت نسبت به زن دین قائل نشده. ها بعضی از جزئیات و بعضی از جاهایی است که محدودیت هست، او محدودیت برای زن محدودیت نیست، حافظ عزت زن است که او را دین ستیزان و سیکولارها میگن که میگن دین اسلام محدودیت به زن خلق کرده. نخیر، استاد دیدگاهشان آنقدر نسبت به زن به اساس دین مبین اسلام آنقدر دید اینا باز بود، آنقدر اینا میگم که در سخت‌ترین شرایط در هر حالت می آمد در مکاتب دقیق یادم است معلم لیسه مریم بود و استاد ربونی شهید آمدند، تمام زنها را جمع کردن، دخترها را ایستاد شدن، گفتن که من پدر معنوی تان هستم، شما اولادهای ما هستین، من می گفتن این وطن سر ما و شما حق داره، فرزندان اینا خلف وطن وقتی که شما را به این حالت می رسانه شما به وطن دلتان بسوزانین، شما کجا میرین؟ برین درس بخونین، شما آینده وطن هستین، اگه هر ذره قدمی که میزنین ده او و شما ثواب خداوند و شما میته و شما ثواب کمایی میکنین، و اگر دهی را کشته شدین شهید میشوین، اگر زنده ماندین شما آینده وطن تانه روشن میکنین، چرا دختران و دختران هر کدام اینا در حقیقت مادران فرداست و جامعه از کانونهای کوچکی مثل خانواده ها تشکیل شده. مادر روشن فکر فردا اولاد روشن فکر بار میاره.
نگاه استاد شهید در مورد زنان یک نگاه تقلیدی و شعاری نبوده، بلکه در عمل استاد شهید حضور و فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زنان را در جامعه تایید کرده و از آن حمایت کرده است. چنانچه در دوره 16 انتخابات پارلمانی مشخصاً از کاندیداتوری تعداد زنان به کرسی نمایندگی پارلمان حمایت کردند و این خود روشن‌ترین نمونه از دیدگاه عملی استاد شهید در مورد حضور زنان در جامعه، سیاست و فرهنگ است. گذشته از این، استاد شهید در هنگام تصدی ریاست شورای عالی صلح حتی گاه در سفرهای بیرونیشان گروه از زنان فعال را با خود می بردند و عملا آنان را در سهم گرفتن در مسائل کلان و سرنوشت ساز ملی از قبیل صلح و حضور در جامعه تشویق می کردند. برای نمونه در یکی از خطابه‌های انتخاباتیشان فرمودند: حق انتخاب شدن و انتخاب کردن متعلق هم به مرد و هم به زن است و هر دو در این مورد برابر حق دارند. هر دو حق دارند انتخاب کنند و هر دو حق دارند انتخاب شوند. لذا هیچ هرجی در این باب وجود ندارد و این مسئله تقریبا در تمام جهان اسلام و در مابین فقهای اسلامی به اجماع رسیده است. استاد شهید یک مقوله بسیار زیاد مشهور داره که می گفتن که زنی که با یک دست گهواره را تکان می دهد با دست دیگر می تواند جهان را به حرکت بیاورد. در حقیقت اگر ما درست به جمله استاد شهید ما دقت کنیم، همو صحبتی است که میگن که زن نیم پیکر جامعه است، به حساب از اینکه از نگاه جنسیتی اگر بیاییم رو به حساب تاثیرگذاری از بعد تاثیرگذاری مورد مطالعه قرار بدیم، شاید زن تمام جامعه را احتوا میکنه به علت از اینکه زن مادر هست، نخستین مربی هست، همسر هست و در جامعه هم مازاد بر اینها مسئولیت های دیگه داره. استاد شهید همیشه این گپ میگفت با توجه به اینکه یک مسلمان معتدل و اعتدالگرا بوده، یک نگاه بسیار معتدلانه نسبت به مسئله زنان داشتن. ایشان قرآن و سنت را اولویت می دادن و باز به اجتهاد خودشان که میانه رو ترین اجتهاد و برداشت در مقابل زنان در مسئله زنان بوده ای کار را می کردن. نمونه های بسیار زیادی از رفتار ایشان با زنان وجود داشته. چیه من براتون گفتم؟ تأسیس دانشگاه ها و حضور زنان در دوائر دولتی، در اجتماع و دیگری که توجهشان به مسئله آموزش زنان و حضور بعدی زنان در بدنه حکومت، سیاست و اجتماع بوده. شما می فهمین که در زمانی که ایشان ریاست شورای عالی صلح را به عهده داشتن، در تمام رسانه ها ما دیدیم که در اون زمان ایشان یک طرحی را روی دست می گرفتن که پیش از شهادتشان که روی دست گرفته بودند که ما از طرح صلح خانه به خانه و توسط زنان و بانوان استفاده کنیم و اصلا در خود شورای عالی صلح هم خانمای بسیاری که توانمند بودند و یک کارکردها و تاریخچه نیک داشتند را در شورای عالی صلح یا عملا دخیل کردند و در بعد دیگر در قضایای سیاسی و پارلمان هم همواره تشویق میکردن خانم ها را. یکی از خاطراتی که برای من یکی از خواهرای ما که گفته بودن که اونها زمان کاندیدا بودن در ولایت بدخشان به خاطر رسیدن به پارلمان، استاد شهید در یک مسجد برای خواهر کمپاین میکنن. تا این اندازه دید استاد در مقابل قضایای زنان باز بوده و باورمند بودن به حضور زنان متعهد در ساختار دولت. استاد شهید وقتی برای خانم کمپاین میکنه در مسجد، نماز عصر داخل میشه و کمکی از نماز وقت نماز میگذره. مردم صدا میزنن به استاد، میگن که جناب استاد وقت نماز آمده و ما نماز را میخوانیم. و استاد برشان در جا به عنوان یک رهبر مجتهد میگه که ما نماز را امروز با تأخیر میخوانیم. ایدال بر نگاه ژرف و عمیق و دید باز استاد شهید به مسئله زنان بوده از یک طرف و مهم بودن قضیه در ذهنشان. خیلی حمایت میکرد از حضور زن در اجتماع و به تأسیس از ارزش های دین به این باور بودن که زن با حفظ حجاب شرعی میتونه
مدیریت در خانه را و رهبری در جامعه را پیش ببرند. از این سبب شما میفهمین که با وجود آمدن دولت اسلامی، جناب استاد به ایجاد تشکل به نام مؤسسه عالی نسوان پرداخت که قبل برای نهادهای متفاوت وجود داشت، مثلا میرمون و طولانه که یک نهاد بی‌طرف و دولتی بود، شورای سراسری زنان که مربوط حزب حاکم زمان بود و شوراهای جهادی خواهران که در کشورهای همسایه مثل ایران و پاکستان شکل گرفته بود. ولی با وجود آمدن دولت اسلامی افغانستان همه این نهادها مدغم شد و یک نهاد بزرگ ملی به نام مؤسسه عالی نسوان ایجاد شد و تفکرشان همواره ای بود که زنان مجبور نیستند که از یک جریان سیاسی پیروی کنند. هر چیزی که وحدت و اتحاد زن آسیب میزنه باید در حاشیه گذاشته شود. و بالاخره ما یک حرکت که بیشتر مربوط به زنان بود و دیدگاه های زنان انعکاس میداد ایجاد کردیم و در اون زمان امی فعالیت ها باعث ازی شد که گسترش حضور زنان بیشتر شود، زنان مشارکت بیشتر داشته باشند، حضور بیشتر داشته باشند. اکثر اقدامات که شما امروز میبینین عملی شده یا به پای اکمال رسیده، اساسش در اون زمان گذاشته شد که میتونم جداگانه هر کدامشان نام ببرم. مثلا باغ زنانی شهرارا در اون زمان پاس شد نقشه و برنامیش و بالاخره به حمایت و همکاری یونیچسیار امی شکل که امروز گسترش یافته پیریزی شد و بالاخره کار در مقابل گندم، پروژه های با ملل متحد، در حال که این کمک ها و امکانات که امروز در افغانستان وجود داره در اون زمان نبود. ولی ما حتی می رفتیم به خارج از کشور کمک ها را دعوت می کردیم. پروژه های بسیار در داخل کابل علی رغم جنگ ها و نابسامانی ها شکل یافت، مثلا کار در مقابل گندم، لباس دوزی، لباس در مقابل گندم بر خانم های خانه توزیع می شد و بعد کار از اونا را پس بر مهاجرین توزیع می کردیم، لحاف دوزی در مقابل گندم، پروژه های نانویی که بعدا تا سالهای بسیار پسین هم این کارهای ادامه داشت. حتی در زمان طالبا پروژه های نانویی ما ادامه داشت که با کمک مؤسسات بین المللی این کمک ها را پیش می بردیم. اساسا سروی امی تعداد زنا در زمان جنگ خیلی دشوار بود. 25,000 زن بیوه و مستحق سروی کرده بودیم و همچنان 10,000 زن بیوه ماهانه از طرف کر انترنشنال که مؤسسه پاملرن است حمایت می شد و برشان مواد غذایی توزیع می شد که حتی در زمان حاکم ریاست جمهوری آقای کرزی هم ادامه داشت. البته که خود مؤسسه پاملرن هم رفتیم ما پاکستان و اونا رو دعوت کردیم و تضمین مسئولیت و امنیتشان کردیم که همش به حمایت رهبر فقید جناب استاد شهید صورت می گرفت، این کارها شکل گرفت. استاد عزیز، زمانی که پیروزی مجاهدین بود، استاد خداوند مغفرت بکنه حضرت سبغت الله مجددی را که رئیس جمهور موقت بود، بعد از او استاد در کرسی ریاست جمهوری نشست، چنان یک رهبر با حوصله، با دیدگاه بلند و مطیع، مردم دوست، ملیگرا و و همه ارزش هایی را که امروز من نمیتونم با او واژه هایی را پیدا بکنم که در وجود استاد پیدا میشد و در طول زمان ریاست جمهوریش خاطرات نیکی را از خود بر مردم افغانستان به جا گذاشت. دیکتاتور نبود، از مکتب اسلام پیروی میکرد، ارزش های اسلام میدانست، احترام برای مردم، برای ملت میدانست و امی بود که محبوب القلوب مردم شد و همین بود که نمایندگی خاص از مردم میکرد در پارلمان افغانستان و بالاخره استاد برگزیده شد برای مشکلاتی که در افغانستان، جنگ هایی که در افغانستان متاسفانه تا امی اکنونم
دامنگیر ماست که بتونه یک میانجی بهتر باشه بین مخالفین و بین مردم افغانستان که بتونه یک صلح دائمی را برقرار بسازه. و استاد جایگاه خاص خود در این عرصه هم پیدا کرد، اما دشمنان افغانستان، دشمنان مردم افغانستان آرام ننشستن، بگونی برنامه ها، طرح ها و نقشه هایی را داشتن تا بتونن که استاد شهید از این عرصه هم بدور بسازن. متاسفانه که برنامه خود عملی ساختن و استاد بزرگوار که امروز ما کمبودش احساس میکنیم، امروز در عرصه سیاست، در عرصه مبارزاته که قویان در افغانستان برای استاد ضرورت احساس میشه، امروز جایگاهش خالی از کمبودش احساس میشه. ما استاد بودم بر دانشگاه تخار، استاد شهید آمدن گفتن که حبیبه جان بچه‌م خبر شدم خودت کاندید میکنی. ما گفتم ما استاد خودم کاندید میکنم. اینو هر دفعه میمدن مکاتبی همو شمال شرق خبر میگرفتن. ما گفتم ما استاد ما کاندید میکنم، وکیل میشم. ولی ما گفت بچه‌م تو همینجا استاد باش و ما نیاز داریم که دیروز اگر ما سنگر داغ مبارزه داشتیم، در سنگر داغ امروز ایجاب میکنه که دختران و پسران جوان دعوتگر دین داشته باشیم، نخبگان واقعی داشته باشیم در هر عرصه. همینجا باش تا اینجا ما بخشی از خواهرای دیگری که بتانه بخشی از خواهران بیدار را پیدا کنیم در کنار خودت که در بیداری فرزندان وطن سهم داشته باشه و کار بکنه. و ما ضرورت به نسل بیدارگری نسل جوان داریم تا در تشکل، تا در یک تشکل این مجمع بتوانه، مجمع بتوانه در حقیقت امو خلاهایی که در گذشته بود را پر کنه. بدون شک من قسمی که صحبت ها اینا من میفهمم و چی را داشتم پیدا کردم، اینا در صدد بیدارگری نسل جوان و در صدد و با امید طرز تفکر دینی و برای کدرسازی جوانان با عقیده و معهد اینا بودن که اینا را تربیه بکنن و در ابعاد مختلف در افغانستان، در سیاست، اقتصاد، فرهنگ، در اجتماع، در هر بخش اینا را بگمارن. این چیزایی بوده که من شخصا از اینا تجربه دارم. از جمله رهبرانی هستند که خیلی دوراندیش بودن و در این قسمت متوجه بودن. امکان داره که اموجا به ما گفتن، امکان داره که شاید به صدها دختر و پسر جوانی که اونا به اونا در حقیقت حد زدن یا فهمیدن که اینا در بیداری میتونه نقشی مهمی را داشته باشه، نقشی کلیدی را داشته باشه، یا حداقل سهمی گرفته بتونه. من فکر میکنم که وقتی که شخصا با ما صحبت کردن، یقین دارم که با دیگرها هم صحبت کردن، هدف اونایی بود که بچه باشم اینجا برای کادر سازی. ما گفتم نه استاد، من میرم در پارلمان. نه استاد، باز گفتن که اگه میری اونجا هم میتونی نقش بارستری را داشته باشی، اما برای تو دانشگاه بسیار خوب است. وقتی به دیدگاه های استاد شهید در مورد حضور و فعالیت های زنان در جامعه نیک نگریسته شود، دیده می شود که تفاوت بسیار روشن و آشکاری میان دیدگاه استاد شهید و دیدگاه سایر رهبران در مورد حضور زنان در جامعه وجود دارد. استاد شهید باور داشت که زنان باید در جامعه در عرصه های مختلف حضور فعالانه داشته باشند، اما با رعایت اصول ثابت اسلامی. چنانکه ایشان در یکی از سخنرانی های خود در حمایت برخ نامزدان انتخابات پارلمانی در بدخشان فرمودند: آیا این بهتر است که یک زن مسلمانی که با دینتان آشناست، با قرآنتان آشناست، با سنت پیغمبرتان آشناست و
و از یک چهره با تقوا و با عفت نمایندگی میکند که به پارلمان برود و یا یک چهره که نه به دینتان علاقه دارد، نه به مذهبتان پروا دارد، نه به آبرو و هویت ملیتان ارزش میدهد و حتی دشمن جهاد و مجاهدتتان از به پارلمان برود. کدامیت بهتر است؟ و یا یک خواهر دیندار برود بهتر است؟ یک رهبر بسیار مهربان بود، یک رهبر بسیار دلسوز بود، یک رهبری بود که مردم دوست بود، یک رهبری بود که به ارزش‌های انسانی کاملا احترام قائل بود، بسیار بسیار با حوصله بود. تفاوتی با سایر دوستا و رهبرها امی است، و امی است که جایگاه خود داره، حتی همه رهبرها از استاد امروز به بسیار خوبی یاد میکنن و جایگاهش و کمبودیش احساس میکنن. استاد جایگاه خاص خود داشت. استاد برای زنها ارزش بسیار بلند را قائل بود. قبلا هم گفتم هر گونه مشکلاتی که سر راه خانم ها توسط دشمنان، توسط مخالفین اسلام که طرح ریزی میشد، با حوصله مندی او را میشنید، دفاع میکرد و میگذاشت که زنا پیش برند، زنا درس بخونند، زنا به مکتب برند. امروز دستاوردهایی را که ما از او یاد میکنیم، وقتی که ما میگیم که حکومت افغانستان، حکومت انتخابی افغانستان، وقتی که میگیم قانون اساسی افغانستان، وقتی که میگیم پارلمان افغانستان، وقتی که میگیم قوی اجرایی افغانستان، قوی قضایی افغانستان، و وقتی که میگیم که جامعه مدنی، حقوق بشر، وقتی که از همه مسائلی که امروز در افغانستان فعالیت میکنه، کار میکنه و پیشرفت ها و دستاورت هایی را داریم، آزادی بیان، همه اینا ما باید چشم پوشی نکنیم که از مبارزات استاد بزرگوار و امراهان و امرزمانشان بوده که خون دادن، شهادت دادن، معلولیت دادن، محرومیت دادن و مشکلات فوق العاده را در جریان مبارزاتشان متقبل شدن تا بتوانند که برای مردم افغانستان یک حکومت مردم سالار و حکومتی که به طرف دموکراسی بره، به طرف مردم سالاری بره، به طرف انتخابات بره، و این یگانه خواستشان بود که به مردم افغانستان مهیا بسازند. استاد یک نگاه ژرف به زندگی و انسانیت داشت، از او سبب نگاهشان به حضور زن نگاه ژرف بود. مثلا اکثرا بیشتر تبلیغ صورت میگیره در مورد زن، که ما این را همیشه نقد کردیم، بیشتر با زنان برخورد تجاری، سیاسی، ابزاری و تبلیغاتی صورت میگیره، ولی رهبر شهید بیشتر برخورد عملی داشتن، بیشتر احترام داشتن، خیلی تکریم و احترام بزن داشتن. مثلا ما وقت قبل بر زامتشان، وقت روز زن یا روز مادر تجلیل می شد، در هتل ها یا در جاهای تجلیل می شد و کسان تشریف می آوردن، ولی وقت ما می خواستیم روز مادر را تجلیل کنیم، هدایتشان اطور بود که روز مادر را در مؤسسه نسوان تجلیل کنین، که ما به خاطر حرمت گذاشتن به مقام زن و مقام مادر مؤسسه بیایم، نه اینکه شما در ریاست جمهوری یاد یکی از نهادها بخواین روز مادر را تجلیل کنین و شما بیاین پیش ما. و اما طور بود که در سال 1372 در 24 جوزا وقتی ما روز مادر را تجلیل کردیم و جناب استاد شهید تشریف آوردن، بی بی سی تبصره کرد که برای اولین بار رئیس جمهور افغانستان با مؤسسه نسوان رفته، یعنی در گذشته رؤسای جمهور یا پادشاهان کمتر خودشان می آمدن با مؤسسه نسوان، برای اولین بار است که یک رئیس جمهور افغانستان به خاطر احترام به مقام مادر با مؤسسه نسوان رفته و روز مادر را تجلیل کردند. همچنان در سایر مسائل وقتی ما حضورشان می رفتیم، یعنی هر از گاهی هر سه ماه یک بار، یعنی در ربع یک مرتبه شورای شهر زنا را ملاقات می کردن و ملاقات ما همیشه میسر و مقدور بود، یعنی رهبری مؤسسه نسوان همیشه می توانستن بر رفع مشکلات و بر طرح و پیشنهاداتشان همیشه می توانستن ملاقات بگیرن و به حضورشان برن و کمتر طرح و پیشنهاد از طرف جناب رهبر شهید از مؤسسه نسوان رد می شد یا هیچ گاهی رد نشد از طرحایی که ما ارائه کردیم. بخاطر ندارم که
که پیشنهادات و طرحهای سازندی که از طرف ما ارائه شده از طرف جنابشان رد شده باشه. وقتی خانم ها پرسان میکردن که جناب استاد هدایتتان چیست، ما چی کارایی کنیم، همیشه میفرمودن که یک لبخند ملیح داشتن و همیشه میفرمودن که بهتر است که ما بپرسم که چی باید کنیم. شما باید بیندیشین، خواستتان تعریف کنین و طرحتان بیارین که من از طرح و اندیشه شما حمایت کنم. یعنی چیزی که تا هنوز نادیده گرفته شده تفکر زن است، ولی جناب استاد بر رشد این تفکر پرداختن و همیشه تفکر ما را حمایت می کردن. استاد شهید همیشه در یک بود کلان تبیین الگو و شخصیت های قرآنی و اسلامی را برای زنان افغانستان همیشه بیان داشته است. استاد شهید در یکی از سخنرانی های خود که به مناسبت روز زن بوده به زنان افغانستان میگن که ما روزهایی که به مثل مناسبت های مثل روز زن، روز معلم، روز مادر را به خاطری که همسو باشیم با میثاق های بین المللی تجلیل میکنیم. اما گفته ای را براتان میگیم که زن مسلمان خیلی زودتر از زنان غربی به حقوق خود رسیده بود. مثلا امیلو که شما اشاره کردین مسائل فعالیت های اقتصادی زنان را که علما مردود میدن، من فکر نمی کنم ای گپ باشن، چون اولین زنی که تجار بوده و یک زنی بوده که اگر حمایت اقتصادی از او از دعوت پیامبر صلی الله علیه و سلم نمی بود و از اسلام نمی بود، معلوم نبود که سرنوشت اسلام به کجا می رسید. یک ادعای کلان و گزاف نیست که ما بگوییم که بزرگترین حامی اسلام از بعد اقتصادی حضرت خدیجه بود و حضرت خدیجه رضی الله عنها یک زن تاجر و تجارت پیشه و اقتصاددانی بود که سرمایه از او بسیار مردها دست به دست می کردن و سر از او مال و اموالش تجارت می کردن. استاد شهید به خانم ها میگه که تبیین الگو برشان میکنه از قرآن. زنان بسیار زیادی در قرآن کریم وجود داره که بر از اونا همیشه از رشادت ها، شهامت های اونا میگه و زن را پاسدار حقیقی ارزش های اسلامیش معرفی میکنه و همواره بر زنان میگه که در دید استاد شهید آنچه بر زن امروز روا داشته میشه او ریشه در دین نداره، بلکه او را به پای انعنات و رسوم اشتباهی میگذاره که برخواسته از میان خود ما و فرهنگ افغانی خود ماست، نه اسلامی. لااقل این دید استاد مبین از این است که استاد شهید در مقابل فعالیت‌های مشروع که اسلام بر زن اجازه داده، یک زن مسلمان میتونه او را در چارچوباتی که دین برش واس کرده مخالفتی نداشته. کاری که بسیار بزرگ انجام شد ولی هیچ وقت برش تبلیغ نمیشه، امی نشر و احیای دوباره ارشاد نسوان به خاطر احترام گذاشتن به اولین نشری زن بعد از زمان امان الله خان که بر اولین بار ارشاد نسوان به نشر رسیده بود و ایجاد شده بود، دیگه تا زمان زعامت جناب استاد این نشریه از نشر مانده بود و کسی به اون نپرداخته بود. در سال 1374 وقتی ما پیشنهاد طرح نشر دوباره ارشاد نسوان بردیم، به استقبال بسیار جناب استاد شهید مواجه شد و امر دادن. او زمان باز به امتیاز لیلا جان صراحت که آله به حق پیوستند اینا مدیر مسئول این مجله پیشنهاد کردیم، آمدن و مجله ارشاد نسوان دوباره احیا شد که تا امروز نشراتش ادامه داره و آرزو دارم که این نشرات ماندگار بمانه. کانون فرهنگی رابی بلخی بر اولین بار در زمان زعامت جناب استاد یک کانون فرهنگی زنانه ایجاد شد. قبل برو شما کانونای فرهنگی مولانا جلال الدین محمد بلخی یا کانونای فرهنگی از شخصیتای پشتو زبان ما داشتیم، اما همه مردانه بودن، ولی برای اولین بار یک کانون فرهنگی زنانه ایجاد شد
که جمع شعرها و نخبگان و نویسنده های افغانستان جمع شدند. لیلا جان صراحت، طیبه سویلا، ساجد میلاد، ما هم مسئولیت از او انجمنه داشتیم. با توجه هیچ گاهی به این توجه نمیشد که یک شاعر و نویسنده چه افکار داره و با کدام جریان سیاسی بیشتر علاقه داره. تنها به خاطر رشد استعدادهای زنان و به خاطر پرورش این توانایی که در زنان بود برای شعر گفتن و برای نویسندگی، جناب استاد این قانون حمایت کردند و بودجه و مصارفش می پرداختند از بودجه دولت. یعنی تشکیلات ما همیشه از طرف دولت به شکل رسمی پاس می شد، هیچگاه در تشکیل تغییر نمی آوردن و هیچگاه تشکیل مؤسسه نسوانه بر کسایی که الحمدلله آل حیات هستن و ما رو می بینن هویداست که تمام انجمنها و سازمانهای اجتماعی تغییرات در بودجه یا تشکیلشان می آمد یا دست زده می شد، ولی تنها تشکیلات را که هیچگاه تغییر ناوردن یا دست نمی زدن، تغییر منفی ناوردن و به تغییر مثبتش هدایت می دادن، همین مؤسسه عالی نسوان بود که بسیار گسترده و بزرگ شد. ما سالانه یک بار، قسم که شما در تصاویر را می بینین، یک بار شورای سراسری زنان را دایر می کردیم، از تمام ولایت زنان را جمع می کردیم تا حرف ها و پیام ها و تفکرات زنانی خود را بازگو کنند، خواست ها و پیشنهادات خود را داشته باشند و بروی از او باز ما طرح می داشتیم و برنامه می داشتیم. بالاخره خانمایی که در گذشته کار کرده بودند اونا را دعوت می کردیم. شما هم در تصاویر می بینین مثلا شفیقه جان سراج یا مثلا خانم فاروق یا محبوبه جان حقوقمل، همه خانم هایی که در گذشته کار کرده بودند، ما سعی می کردیم که احترام گذاشته شود به کار کرده زنان. اینطور نمیشه یک فرصت یک نسل دیگه که آمد به نفع تمام ارزش های قبل از خود بپردازه. ما همیشه کارکردگی زنان که قبل از ما این مبارزات آغاز کرده بودند پرداخته بودیم، اونا را تقدیر می کردیم و می خواستیم که امی مشعل روشن نگه داشته شود. ما آرزو دارم که این مشعل را که ما بیشتر روشن کردیم برای نسل های آینده همچنان بسپاریم که اینا مشتعل تر نگاه کنند. تهیه شده در تلویزیون نور.